سلام، خوب هستین؟ ما لایویم. ای زنبولا کنوز شروع نشده داره سپرچت میده. ممنون زنبولا جان، واقعا مهربونیتون، من نمیدم چی بگم. ممنون واقعا از سپورت شما. ما لایف هستیم، صدا خوبه؟ بگین صدا خوب هست یا صدا خوب نیست. من امروز میخوام قبل از اینکه لینک میذارم از همون اول، خب، ولی یه مقدار بذاریم من یه ذره صحبت های بکنم بعد میارم اتون بلا. این لینک اشتباس، این لینک درست بذارم کوش. آها، این لینک درسته؟ آره درست. صدا خوبه؟ مرسی. اوکی، چرا لینکش طولانی‌تر شده اخیرا؟ خب من لینک گذاشتم، بگین کار میکنه. ولی خب فعلا من قبل از اینکه شروع کنم، قبل از اینکه کسی رو بیارم بالا، من میخوام یه سری چیزای صحبت کنم. من خب خیلیاتون میدونین از هفته گذشته به قبل خیلیا اومدن ناراحت شدن که من سام رجبی نقد کردم و من این خیلی به من یه سری چیزایی نشون داد درباره بعضیا توی براندازا، خب، و این که من باید از خودیا نقد بکنم و اتفاقا خیلی به من نشون داد که من باید بیشتر این کار انجام بدم. خب برای اینکه حساسیتی که اصلا به این موضوع وجود داره نشون داد که خودیامون خیلی نقد پذیر اصلا نیستن، یعنی انقدر اینا حساسن، انقدر اینا بهشون برخورده که ما باید این حساسیت رو یه ذره حساسیت زدایی بکنیم. یعنی حتی اگه نقد منم اشتباه باشه، چه درست باشه چه اشتباه باشه، این نقد پذیری رو ما باید یه مقدار نرمالیزه بکنیم، برای اینکه ما گروه های خودمون داره میشه مثل یه دین، یه دینایی که مثلا ما یه قهرمانایی داریم که اصلا نقد بهش نباید کرد، مثلا اینا معصومن، اگه کسی بیاد اشکالی بگیره چیزی بگیره اینا رو مثلا اینا مثل کافر شدن، اینا مرتدن. ببین مرتدای براندازی ان دیگه، میدونی لازم چیه؟ مثلا یه کسی مثل دیندارا که پیغمبرانشون رو کردن معصوم، اینا هر کسی بیاد اشکال بگیره دیگه اصلا اجازه ندارین. شما کی هستین که اصلا بیان اجازه بگیری؟ درسته؟ کی هستین که اصلا بیان اشکال بگیرین، که اصلا بیان نقد بکنین؟ خب این همچی حساسیت های وجود داره که مثل دین که کسی که میاد اشکال میگیره رو مرتد حساب میکنن، ما هم این حرکت های براندازی ما الان شدیم. ببینید خیلی ها تو گروه هستن مثل من، اگه مثلا از براندازی اینا رو طرفداری میکنم به خاطر اینکه مثلا حداقل فکر میکنم یه استدلالی کردم، یه نگاهی کردم، یه ولی بعضیامون یه موضوع هایی که میگیریم به خاطر قبیله گراییه، یعنی مثلا توی گروهی هستیم و میخوایم توی این گروه بمونیم، حرفایی که میزنیم، نتیجه گیرایی که میکنیم بر اساس اینه که خب تو قبیله‌ای که من الان هستم چه نتیجه هایی قابل قبوله، خب، و من اون نتیجه ها رو بدون که خودم روش فکر کنم، یعنی ممکنه نتیجه هاش هم درست باشه ها، خب، ولی تو اون نتیجه ها رو مثلا ممکنه قبول بکنی، نه به خاطر اینکه بر اساس استدلال و بر اساس منطقه، بر اساس اینکه اینا نتیجه گیری های قبیله توه و تو برای اینکه سیگنال بدی که عضو خیلی با ارزش این قبیله هستی، باید این نتیجه گیری ها رو هرچی با هیجان بیشتر و با قطعیت، یعنی بدون شک شعار بدی که سیگنال بدی به بقیه اعضای این قبیله که من عضو این قبیله هستم، منو بیرون نندازین، من اعتقاد دارم، من خیلی با ارزشم. و یک کسی هم اومد شک کرد، مثل دیندارا که میان به شدت این عضوی رو که شکگرا هست میان مثل یک ویروس که باش می جنگن، که انگار یک خطره برای قبیله. خب و تو اتفاقا وقتی یک خطر برای قبیله به وجود میاد از داخل، مخصوصا اگه از خودت داخل هم باشه، این یک فرصت میشه برای اوضاع قبیله که به بقیه اوضاع قبیله نشون بدن که چقدر من یک مهره با ارزش این قبیله هستم، به خاطر اینکه من رقابت میکنم با شدت بیشتر علیه این ویروس میجنگم. یعنی تو این اتفاقا وقتی یه نفر یه خطر برای قبیلت به وجود میاد، ببین موضوع این نیست که من استدلال کنم ببینم این چی داره میگه، شاید حرفش هم غلطه ولی من با استدلال بیام میگم چرا حرفش غلطه، نه، من این چون یه حرفی زد داره میزنه که برای قبیله خطرناکه، من این از این موقعیت استفاده میکنم، از این فرصت استفاده میکنم که بیام به بقیه اعضای قبیله نشون بدم که ببینید من چقدر علیه این به شدت
دارم مبارزه میکنم که نشون بدم که من خودم تو این قبیله عضوم، یعنی فکر نکنین که من نیستم. خب این روش خوبی نیست، برای اینکه وقتی که ما به یه جایی میرسیم، ببینیم مثلا دینم اگه دین رو نگاه بکنین، وقتی که شروع میشه داره شکل میگیره، اوائلش یه مقدار مثلا بعضی با هم زد و نقیز، با هم یه حرفای دیگه همدیگر رو قبول ندارن، ولی یعنی یه مقدار با هم مبارزه میکنن، ولی بعد به یه جایی میرسه که دیگه دین میشه ارتودکس، یعنی یک نظرهایی به همه گفته میشه که نظرهای قابل قبول ایناست، و نظرهای غیر قابل قبول اگه شما داشته باشین و بر اساس این ارتودکس نباشه، شما تو گروه ما دیگه نیستید. خب و وقتی که یک فکری یا یک دینی یا یک فرهنگی یا چیزی ارتودکس که میشه، دیگه رشد فکری دیگه بعد از اون نمیتونه بکنه، خیلی سخت میشه، برای که نقد پذیریش از بین میره، درهای نقد رو میبندن. خب ما باید نذاریم شما اگه توی گروهی هستین و به اون گروه علاقه دارین، خب به نظر میرسه که برای اینکه اون گروه رشد بکنه، شما باید از همه موضوعاش همیشه دفاع بکنید و هر کسی حتی بیاد اشکالی هم بگیره، شما باید بجنگید، در صورتی که برعکسه. خب شما به گروهی که اهمیت میدین و برای شما ارزش داره، اتفاقا اون رو نقد میکنید. خب برای اینکه اشکالاتش برای شما از اشکالات گروهایی که بهش متعلق نیستین، درست دارم میگم؟ نمیم کنم. براتون مهمتره. خب ببینید، وقتی که مثلا یک گروهی که ضد ماست، ما از اونا اشکال میگیریم، خب خوشمون میاد دیگه، اینا مخالف ما، ببینیم اشکالاتشون چیه، به هم میگیم نگاه کن اینا چقدر حرفشون اشتباهه، حال میکنیم به هم دیگه که نشون بدیم به هم دیگه که خب اینا چقدر حرفشون اشتباه است. خب خب ولی تأثیر این چیه؟ تأثیرش اینه که خب با هم حال میکنیم، بالاخره ما که مخالف اونا که هستیم، حالا خیلی هم نمیگم این کار بعدها باید این کار بکنیم، خب به این کار میکنیم، دو دلیل داره. خب یه دلیلش اینه که ممکنه یه سری کسایی که تو اون گروه هستن حرفای ما رو بشنون، ببینن راست میگن این گروه هم مثلا حرفش اشتباس، بیان تو گروه ما یه ذره حرفای ما رو گوش کنن. خب یه مقدارم به هم دیگه حال میدیم، برای اینکه خب بالاخره وقتی بین خودیامون که همچین از یه نفر دیگه نقد میکنیم، از گروه دیگه نقد میکنیم، خب اینا تو گروه ما هستن دیگه، ما نقد ما که روی اینا تأثیری نداره، که اونا از همین حالا با خودمونه. خب وقتی که من اونا نقد میکنم که دیگه با خودمون ترک نمیشن دیگه، تو گروه ما. خب پس ولی بالاخره برای اینکه عضو یه گروه هستیم به هم نزدیکتر، مثلا اگه توی گروه ما یه گروه دین ستیز هستیم، خب ما دین ستیزی، خب وقتی که ما یه دین ستیز به یه دین ستیز دیگه میگه اسلام مثلا اینش بده اونش بده، خب این دین ستیز دیگه چه تاثیری داره؟ دین ستیز هست که دیگه من برای گفت بگم اسلام مشکلش اینه، بگه کسی که خب اهمیت الانش دین ستیزه، که خیلی تاثیر خاصی نداره، ولی خب این اهمیت هم داره، بالاخره ما داریم با هم یه رابطه دوستی قرار میکنیم بر اساس، یعنی همیشه هدفمون تغییر نظر نیست، خب این نظرش تغییر کرده، ولی من اگه مثلا یه نفر که ضد اسلامه با یه نفر دیگه که ضد اسلامه از اسلام بد بگم، خب ممکنه این هدف ما این باشه که با هم نزدیکتر بشیم، در یه چیزی که هم نظر هستیم با هم صحبت کنیم، این اشکال نداره. خب ولی اگه من ضد اسلام هستم، شما هم ضد اسلام هستید، بیشترین رشد فکری موقع اتفاق میفته که من بگم ببین اسلام ستیزی تو استراتژیش خوب نیست، یعنی روش اسلام ستیزی من از روش اسلام ستیزی تو بهتره، این دیگه وارد یه چیزای خیلی ریز مثلا دقیق، یعنی میشیم که اختلاف نظر داره توی کسی که تو گروه خودمونه، اتفاقا اینه که باعث رشد فکری بیشتر از همه میشه به نظر من. خب ما باید خیلی مراقب باشیم که این قابلیت این کار رو داشته باشیم، حتی اگرم نقد اشتباه باشه، و این حساسیت هایی که الان من دیدم رو باید باهاش بجنگیم. اصلا شما ببینید کسایی وقتی که مثلا من از سامر رجبی نقد کردم، کسایی انقدر بهشون برخورد انگار که اینا مثلا مسلمون هم، من مثلا به پیغمبرشون فحش دادم، اینجوری بود، یعنی عین این مسلمونایی بودن، نه عین که نه، خب خیلی شبیه بعضی از مسلمونایی بودن که مثلا به مثلا اماماشون و پیامبراشون و اینا مثلا کسی اومده حرفی زده، خب یعنی خیلی شبیه دین شده. ما باید مراقب باشیم، من نمیگم هم حتی حرفم هم مثلا ممکن حرفم هم اشتباه باشه، خب ولی ببین مثلا مهمونی که دفعه درست پیش آوردیم اومد نقد من رو قبول نکرد، ولی
مثلا روی توییتر اومد نوشتش که آرمین من حرفتو قبول ندارم، منو دعوت کنین که بیاد میگم چرا حرفت اشتباهه. خب این خیلی کار خوبیه، خب خیلی کار خوبیه، منم از نقدش واقعا لذت بردم. خب بابک هم اومد نقد کرد، بابک هم نقدش خیلی بجاست، این خیلی خوبه. من که نمیگم نقدم درسته، نقدم به نظر من درسته، بعد میگن غلطه، احتمال اینکه غلط هم باشه داره، ولی اکثر کسایی که تو کامنت ها رو برین شما نگاه کنین، اینجوری مثل مهمون هفته قبل نبود که بیاد بگه آرمین نظر اشتباهه بیا من بگم چرا، اکثرشون مثلا بهشون برخورد، اصلا انگار به مادرشون من داشتم فحش میدادم. خب این خیلی بده، این برای حرکت ما خیلی بده که داره مثل یک کالت میشه. کالت به فارسی چی میشه؟ من اینو نگاه کنم. فرقه بزرگتر میتونه بشه از یک کالت. کالت یه چیز کوچکتره. خیلی خوب. میگیم فرقه. نه کالت فکر کنم ترجمه خوبی نباشه این. خیلی خوب. من یه چیزی هم دیگه هم بگم. ببینیم، من به نظر من روش نتیجه گیری ما از خود نتیجه گیری مهمتره، متدولوژی از کانکلوژن مهمتره. ببینیم، متدولوژی یعنی روش تفکر غلط بعضی موقع ها به شما نتیجه درست میده، ولی اکثر موقع ها به شما نتیجه غلط میده. خب روش برتر، بعضی موقع ها روش بهتر از تفکر، یعنی بر اساس روش علمی نوین، نه هر علمی هم، روش علمی نوین و روش تفکر نقادانه. خب من وقتی میگم روش علمی نوین، دارم درباره نحوه جمع‌آوری اطلاعات و نتیجه‌گیری از اطلاعات به طور خیلی منظم و پرکاربرد داریم استفاده میکنیم. علم نوین منظورمون اینه. خب ولی وقتی درباره کارهای فکری صحبت میکنیم، درباره تفکر نقادانه به نظر من بهترین روش تفکر برای نتیجه گیری، یعنی بهترین کاربرد داره برای اینکه بیشتر نتیجه گیریاتون درست باشه. البته اینم همیشه نتیجه گیریش درست به شما نمیده، بعضی موقع ها هر چقدر شما از نظر منطقی قوی باشین نتیجه غلط خواهید گرفت، ولی برای همین نتیجه غلط شما معنیش این نیست که این روش رو به کار نبرین. یعنی بازم میگم یک نتیجه غلط، خب که از یک روش برتر به اونجا رسیدیم، از یک نتیجه درست که با یک روش خیلی ضعیف به رسیدیم بهتره. خب برای اینکه اتفاقا اون نتیجه درست به یک روش ضعیف خیلی خطرناکه، برای اینکه اون نتیجه درست رو کلا میان استفاده میکنن که بگن که ببینید این روش چقدر روش خوبیه. مثلا فرض کنین که اسلام، خب دین اسلام یک دینیه که به یک روش خیلی ضعیف میاد از وحی و ایمان و چه میدونم مغلطه‌های خیلی معروف و اینا استفاده میکنه که بیاد به نتیجه خودش برسه، و دیدیم که چقدرم نتیجه غلطی داره. خب البته خب میتونیم بیایم نگاه کنیم ببینیم تو اسلام خب گفته باید یتیمان رو مثلا باید مراقبشون بشه. خب باید یتیمان رو بهشون برسیم، یعنی یه چیز تو اسلام هست که یتیما خیلی مهمه. ما میتونیم این نتیجه درست و این نتیجه درست خیلی خطرناکه، برای اینکه این نتیجه درست میان ازش استفاده میکنن برای تبلیغ یک روش خیلی خطرناک برای به نتیجه گیری، که میاد به نتیجه خیلی خطرناک دیگه ای ازش گرفته میشه. یعنی این روش هایی که توی دین استفاده میشه برای به نتیجه گیری خیلی موقعی نتیجه خطرناک به ما میده. یعنی حتی اون یه دونه نتیجه درستش هم اتفاقا خیلی بدترش میکنه، چون نتیجه درست باعث تبلیغ یک روشی میشه که بیشتر موقع به ما نتیجه بد میده. خب و وقتی که مثلا یه روش، مثلا روش های علمی نوین و روش تفکر نقادانه، درسته که به ما بعضی موقع نتیجه اشتباه میده، ولی چون اکثر موقع ها نتیجه هاش بهتره، اون موقع هایی که نتیجه غلط به ما میده رو ما نباید استفاده کنیم برای تبلیغ منفی این روش ها. ما باید بیایم به طور کلی نگاه کنیم ببینیم این کاربرد داره یا نداره. خب اینم میخواستم بگم. دیگه چی نوتونش اسم آها. ببین خب ما روش علمی نوین رو میخوام جدا کنم از تفکر نقادانه. خب برای اینکه ما خودمون اینجا که دانشمند که نیستیم، ما باید برای وقتی که به علم میرسه
ما باید به جای اینکه خودمون کار علمی بکنیم باید بتونیم، اون یه بحث دیگه است که مثلا ما میتونیم دربارش صحبت کنیم، وقتی که کار علمی میرسه چون خود ما دانشمند نیستیم کار علمی نمی کنیم، باید به جای اینکه بیاد بگیریم و که نمیتونیم هم زیستشناس بشیم هم فیزیکدان بشیم هم جامعه شناس بشیم، نمیتونیم این کارا رو بکنیم. خب به جای اینکه بیام همه این چیزا رو یاد بگیریم که خودمون چجوری به نتیجه برسیم، وقتی که به علم داریم در با علم صحبت میکنیم، باید چیزی رو که باید توش تمرین بکنیم اینه که چجوری تشخیص بدیم که کدوم روش های علمی درسته. یعنی نمیتونیم خود علم و همه اینا رو کاملا یاد بگیریم، باید بتونیم به جای اینکه اون رو علم رو یاد بگیریم، باید بیان بتونیم تشخیص بدیم که چه کسایی دارن کار علمی درست میکنن. یعنی اینو باید کسایی که خودشون دانشمند نیستن، چیزی رو که باید یاد بگیرن تشخیص روش های علمی درسته، به جای اینکه بیان خودشون رو متخصص بکنن تو همه این علوم. اون یه بحث دیگه است. بحثی که ما بیشتر اینجا میخوام بکنم روش تفکر درسته. این یه چیزی که توش تخصص پیدا کردن یه مقدار راحت تر از خود روش خود علمه. خب اینو این تفکر نقادان است که اخیراً هم تو چند سال گذشته خیلی راحت ترش کردن. خب ببینید، من نمیگم ما باید همه مغلطه ها رو بشناسیم و اینا که بتونیم بیایم تفکر نقادانه درست بکنیم. خب بعضیا اینقدر استدلال اینا کردن و دیدن که چه چیزایی به نتیجه درست میرسه و چه چیزایی نمیرسه که حتی بدون که اسم مغلطه ها رو بدونن استدلال های خوب رو میشناسن نسبت به استدلال هایی که ضعیف داره. یعنی خیلی راحت میتونن تشخیص بدن. خب یا به خاطر تجربهشون یا به خاطر اینکه هوششون زیاده یا دلیلشون نمیدونم. خب ولی ما اخیراً کسایی اومدن اینا رو قشنگ برای ما منظم کردن، اون چیزایی که معمولا استدلالای غلطه رو اومدن اسم گذاشتن، چیزایی که خیلی مغلطه‌ای که خیلی استفاده میشه قشنگ یه چارچوبی بهشون دادن که خیلی راحت‌تر ما بتونیم بیایم اینا رو تشخیص بدیم و خیلی راحت‌تر شده به خاطر این کار. یعنی حتی کسایی که خیلی تجربه استدلال و بحث و اینا ندارن، الان ما به یه جایی رسیدیم که با یه ذره یاد گرفتن مغلطه‌ای که به طور خیلی زیاد استفاده میشه، ما خیلی سریعتر بتونیم به اون جایی برسیم که استدلالای بهتری داشته باشیم. خب یعنی مثلا یه چیت کد شده. خب مثلا شما نمیدونم کسایی که بازیهای کامپیوتری میکنن نمیدونم چیت کد نمیدونم فارسی چی میشه، خب میتونی بری کلی مثلا ساعت ها بذاری که مثلا یک تفنگ گیرت بیاد تو این بازی، ولی بعد میری روی اینترنت نگاه میکنی که اگه یه چیت کد بزنی ممکنه یه تفنگ خیلی قوی تر همون بدون زحمت دست بیاد. خب این چندین سال گذشته کسایی که اومدن این مغلطه ها رو منظم کردن، اسم گذاشتن که ما یاد بگیریم، این مثل یه چیت کد شده که شما خیلی سریعتر میتونید به یه جایی برسین که استدلالا رو بشناسین. خب ما قبل از اینکه اصلا مغلطه ها رو بشناسیم، مهمه که بدونیم که اصلا استدلال چی هست. استدلال اصلا بعضی موقع میگن این فلانی تو یه مغلطه کردی. خب این اصلا استدلال نکرده که بخواد مغلطه بکنه. خب مثلا یه نفر داره میاد یه چیزی رو توضیح میده، نه فکرش میگن تبیین داره میکنه، فکر من این میشه فارسیش، بعد اصلا استدلال نمیکنه. خب یا یعنی اینکه یه کسی داره میاد میگه من نظرم اینه، خب میگه این مغلطه است، اصلا استدلال نکرده که بخواد مغلطه باشه، داره نظرش رو میگه. خب البته نظر دادن خیلی موقع ارزشه. یه مشکلی هم که ما داریم اینه که خیلی فکر میکنن نظر دادن خیلی ارزش داره. البته یه ذره ارزش داره بالاخره که ما ببینیم همه نظرشون چیه، کسایی که مثلا ما رو دنبال میکنن نظرشون چیه، ولی زیادی بهش ارزش میدیم. یه کسی میاد میگه که آرمین من با تو مخالفم. خب میگم نه من به نظر تو اشتباهه، فکر میکنم اشتباهه. خب میخوای بگی چرا؟ خب چیکارش کنم؟ یه حتی یکی میگه آرمین من با تو موافقم. البته میگه این چیزها جفتش یه ذره ارزش داره. بالاخره ما نگاه میکنیم تو کامنت ها مثلا 90% کسایی که کامنت گذاشته میگن آرمین ما تو مخالفم، این بی ارزش نیست. حداقل من میدونم ببینم که مثلا کسایی که ما رو دنبال میکنن فکرشون چیه، ولی ارزشش با اون اندازه نیست که کسی بیاد بگه آرمین تو من با تو نظرت مخالفم به این دلیل. آها حالا یه حد حالا تازه شروع شد که ببین یه مقدار ارزشش رفت بالاتر. خب یعنی من یه کسی بیاد بگه مخالفم، نمیگم بیارزشه، ولی خیلی فکر میکنن شاهکار کردن که بیان بگن موافقن یا مخالفن، یه بگن این غلطه یا درسته. خب یه دلیلت استدلالت، یعنی
جواب، مثلا میگن جواب منو بده، جواب چی رو بدم؟ من استدلالی نمیبینم مثلا که بخوام جواب بدم. خب ها کد تقلب، مرسی قاسم، من باید یه ذره حواسم بیشتر به لایو چت باشه. قاسم میگه کد تقلب، آره چیت کد میشه کد تقلب. قاسم میگه تبیین کردن همون توضیح علت و چگونگی یک رخداد. آها آره، مرسی قاسم جان. قاسم خیلی ممنون که تو هم انگلیسیت خوبه هم فارسیت، واقعا خیلی با ارزشی تو لایو چت، ممنون. رایان میبینم که منتظری، بذار من حرفم یه مقدار که تمام بشه بعد میارمت بالا. خب چیزی که من میخوام بگم قبل از اینکه رایان رو بیارم بالا اینه که ببینید، ما قبل از اینکه اصلا بیایم استدلال رو نگاه کنیم ببینیم خوبه یا نه، من چیت کد خودم رو نوشتم اینجا که بتونم نگاه کنم. خب ما اصلا باید ببینیم، خب یه نفر اصلا استدلال کرده یا نکرده که بیایم ببینیم که حالا درسته یا نه. خب و اگه استدلال کرده استدلالش چی هست. خب یعنی برای اینکه بدونیم استدلالش چی هست میتونیم بیایم تیک تیکش کنیم. خب ببین میگن بازسازی استدلال، یعنی تیک تیکش کنیم بعد دوباره بذاریمش سر هم که ببینیم مثلا استدلال چیه. خوبیش اینه که وقتی یه نفر داره استدلال میکنه دقیقاً لایو هم کنارت هست میتونی ازش بپرسی. خب میگی خب ببینم تو داری اینو میگی، خب این مغلطه پهلوان پنبه نیستا، بلکه تو بهش نمیگی تو داری اینو میگی، داری میپرسی که آیا داری اینو میگی. خب میتونی بیا استدلالش رو تقسیم بکنی به ببینی ادعا چیه، دلیلش چیه، خب و پیش فرضش چیه. خب بیا بگی که خب ببین ادعات اینه دلیل دینه، درسته؟ ادعات اینه دلیل تامینه، بلکه گفت درسته، بعد میتونی تازه شروع کنی که مثلا یعنی بعضی موقع هم اگه طرف اونجا نیست میای حس میزنی که خب ادعاش اینه دلیلش اینه، بعد میای ببینی که حالا درسته نه، ولی اگه همونجا جلوی خودت بود دیگه ازش میتونی بپرسی ببین تو ادعات اینه دلیل دینه درسته، بعد میتونی بیای صحبت بکنی که ببین من این چیزایی که دارم میگم خودم هم خیلی موقع ها رعایت نمیکنم، برای اینکه وسط بحث بالاخره همه هیجانی میشن، اصلا نمیدونم ممکنه یه موقع یه حدسی یه پیشفرض بکنم که طرف داره اینو میگه، بعد کلی بهش حمله کنم، بعد کلی حرف زدم میگه اصلا تو نفهمیدی دارم چی میگم. خب یا خب بگو تو چی میگی که من حالا اونو بیام ارزیابی کنم. آها ارزیابی. خب پس ما میایم تشخیص استدلال، خب بازسازی استدلال، بعد سوم ارزیابی استدلال. خب حالا این ارزیابی استدلال هست که ما دونستن مغلطه ها به دردمون میخوره. خب یعنی تشخیص یعنی ما خیلی میان میگن ای مغلطه این مغلطه این مغلطه این بود، تو اصلا استدلال رو تشخیص ندادی، بعد اگرم تشخیص دادی درست بازسازیش نکردی که ادعا چی بود، دلیل چی بود و پیشفرض چی بود، حالا میای میگی این مغلطه است مغلطه است مغلطه است. من خودم هم این اشکالو دارم. خب تازه مرحله سوم اینه که حالا بیای بگی که ارزیابی کنی. ارزیابی استدلال اون موقع است که میتونی بیای بگی که خب من اگه مغلطه ها رو میشناسم این به من کمک میکنه که بیام تشخیص بدم. ببین بعضی موقع یه چیزی هم بگم، حتی اگه اسم مغلطه ها رو یادتون نباشه مهم نیست، شما همون بار به نظر تحقیقا که نشون داده که شما همین برین مغلطه ها رو بخونین و ببینین که چرا مغلطه است یا نه، حتی اگه دیگه اسم مغلطه ها هم یادتون نبونه و حتی اگه فرموله یعنی کامل این یعنی فرم این مغلطه ها هم یادتون نمونه، همین مطالعه مغلطه ها باعث میشه که بهتر بتونین تشخیص بدین که چه استدلالی درسته یا نه. یعنی لازم نیست اسم بندازی که اسم این مغلطه است اینه، اسم این مغلطه است اینه، همین که مغلطه ها رو یه مقدار بخونید یاد بگیریم به طور خودی باعث میشه که یه مقدار ارزیابی استدلالاتون بهتر بشه. و مهمتر از این که ارزیابی ببین مهمتر از این که ارزیابی استدلال بقیه براتون بهتر بشه، مهمتر از اون اینه که خودتون استدلالاتون قوی تر بشه و خودتون ارزیابی استدلالاتون بهتر بشه. و حتی اگه استدلال غلط کردین، اگه یه نفر به شما گفت که چرا استدلالتون غلطه، بهتر میتونید تشخیص بدین که درست میگه یا نه. خب مثلا من فرض کنم که مغلطه ها رو میشناسم ولی خودم مغلطه میکنم، خب و مثلا یه کسی که داره با من بحث میکنه بیا بگه آرمین نه این استدلال غلطه به خاطر این، من اگه مثلا یه مقدار این مغلطه ها رو بشناسم باعث میشه که راحت‌تر بگم ای راست میگه، ای من این کار کردم، آره آره ای آره اوکی. یعنی باعث میشه که خودم تشخیص مغلطه ها خودم هم راحت‌تر بشه اگه اینا رو بشناسم. خب فرهاد میگه مغلطه رو به انگلیسی چی میگید؟ فالسی. فالسی مغلطه به انگلیسی میشه لاجیکال فالسی. چه میگه اصلا حواست نیست آرمین؟ اگه اصلا حواست نیست پس چجوری من اینو دیدم؟